نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا سفر دوره‌ای خود به آسیا را روز دوشنبه با توقف در سنگاپور آغاز کرد اما برنامه سفر او به تایوان همچنان قطعی نشده است نخست وزیر سنگاپور در دیدار با پلوسی از وی خواست تا برای روابط پایدار با پکن تلاش کند نانسی پلوسی روز یکشنبه اعلام کرد که به منظور تاکید بر تعهد خلال ناپذیر آمریکا به متحدانش در رأس هیئتی پارلمانی به منطقه هند و اقیانوسی سفر می کند. او بدون اشاره به نام تایوان در مسیر سفر خود گفت در سنگاپور، مالزی، کره جنوبی و ژاپن جلساتی در سطح بالا برگزار خواهیم کرد تا در مورد چگونگی ارتقای ارزش‌ها و منافع مشترک خود بحث کنیم. سفر احتمالی این مقام آمریکایی به تایوان روابط پرتنش بین پکن و واشنگتن را تشدید خواهد کرد. از چند هفته پیش از انتشار گزارش‌های مبنی بر انجام این سفر تنش بین ایالات متحده و چین افزایش یافته چون دولت چین تایوان را بخشی از قلمروی خود میداند یک مقام وزارت امور خارجه چین به نام ژاو جیان روز دوشنبه هشدار داد اگر رئیس مجلس نمایندگان آمریکا از تایوان بازدید کند چین قطعا اقدامات متقابل محکم و شدیدی را برای حفظ حاکمیت و تمامیت ارزی خود انجام خواهد داد او حتی این هشدار را هم داد که در این صورت ارتش چین بیکار نخواهد نشست هفته گذشته شی جین رئیس جمهوری چین طی مصاحبه تلفنی با جو بایدن از همتای خود خواست که با آتش بازی نکند روز دوشنبه چهار هزار سرباز آمریکایی و اندونزیایی رزمایش بزرگی را آغاز کردند اما واشنگتن اطمینان داد که هیچ کشوری هدف این تمرین نظامی نبوده است ارتش تایوان به نوبه خود مهمترین رزمایش سالانه را هفته گذشته انجام داد که شامل شبیه سازی رهگیری حملات چین بود در همین حال ناو هواپیمابر آمریکایی یو اس رونالد ریگان و ناوگروه آن سنگاپور را به مقصد دریای چین جنوبی برای یک مأموریت از پیش برنامه ریزی شده ترک کردند واشنگتن تلاش کرده سفر احتمالی خانم پلوسی را کم اهمیت جلوه دهد و از رهبران چین خواسته تا آرامش داشته باشند.